آره شم پنکه رو میخوای به خودت ببری؟ نه بابا اون شو چیکار کنم آخه؟ کی پروازه؟ دو هفته دیگه. در دو هفته یا آینده در پاریس میخوای چیکار کنیم؟ یه سری کارهایی که باید انجام بدم قبل رفتنم، مثل گزینه کردن قرارداد تلفن و مترو و اینا. یه سری کارهای بانکی دارم باید انجام بدم، برم دانشگاه و کار دیگه ای ندارم، صرف این کار رو باید انجام بدم. از چهار تا گذشته سفر نرفتیم. صد پیش میاد حالا. شما بریم، من باید فورس ماژور برگردم. شما چرا نمیریم؟ براش این دیکشنری فرانسه رو میبری؟ نه استاد نمیخوام. الان همه برگشتن، میتونیم بریم جمعه. آقا بریم. خب من نمیدونم شما چه مقاومتی دارین. چهار تا کار چوسکی که دیگه حرفا نداره دیگه انجام میدیم. اصلا زیاد خدایش چهار تا کار چوسکی نیست، درس هم هست و درس بخونم واسه کانون نمیشه که. تو قبل اینکه نریم بری نمیتونی درس بخونم. باباش اینو میکشه اگه الان مناسبه سفر. باباش اینجا کمره کشه نه. تو از کجا میدونی؟ نه جدی، جنوب، دریا. یعنی الان در تصمیم من خلل میخوانی ایجاد کنه؟ نه جدی بریم. نه خب بریم دیگه، میریم یه سر یه دوری میزنیم بعدم خدا بزرگ. چند روز آقا؟ چند روز؟ یه هفته بعد اگه خوش گذشت. نه شلوغ نه، تو بگو دو هفته بابا، دارم میگم تو بگو دو هفته بعد از سه تا یه روی هفته توافق رسید. آقا شلوغ نکن. اگه تا چهارشنبه کارهای ما انجام شد تا پنجشنبه فردا شد بریم. نه دیگه یه چیزی بگو بگون عزیز من، نمیشه که یعنی یه چیزی این همه کارو فردا کارو انجام بدی. نه میگم پنجشنبه دیگه. خب باشه، خب دو روز تو پنجشنبه انجام شد بریم دیگه. مسئولیت باباشم، باباتم برده خود بابا رو بل کن بابا. بابا این فاز منفی نگیری. نه فاز منفی نگه، درست حل آرش. کجا بریم؟ حل آقایش کن دریا. دلت تنگ نمیشه دیگه میدونی؟ دل آمونه با شما چرا تنگ میشه دیگه؟ شاید بگم مثلا برای یکی دو تا جا تنگ شه، وگرنه نه. اینجا؟ پاریس مثلا؟ آره تو پاریس. کجا؟ والا جای اصلی که اون گوشه مشروع فروشی کفوره. آقا مئیس آرش، اگه یه جای پارکینگ میده ترمز بزن ببینیم جنسش خوبه یا نه. وایسم اینجا واسه. آره آره آره.
وقتی 5 کیلومتر جلوتر پلیس پیچید جلو. مرگ بدیه، مرگ به خاطر ذرت. ببین ببین تو رو برام. واو این دوزا، این دوزا. حسین جان رو بله مستقیم برم دیگه؟ بله بله مولم باید بری استاد. حسین جان نه سیگارت انقدر ماشالله دستات بزرگی. بله بون من حقا که نوه همون مرحومی هستی که یه چک زده به خر خوابیده. خر خوابید، خر خوابید. خیلی زیبا من با حاله. اگه میخوای این امشب اینو برای شام به ما بدی، من احساس میکنم که اینها برای آدمیزاد نیست. چرا؟ اینها برای حیواناته. درست شبیه چیزای خودمون و ذرتای خودمون ما تا خیلی. نه جدی میگم، تو فکر مانی بلالی که مثلا ایران میخوریم، مثلا بلال اون شاه بلاله، فکر مانی مثلا چیزه، اونم همینه دیگه، فرق نمیکنه که ادا در میاره. کجا این بلا هستا؟ این بعدم نیست، وسط فرانسه این موقع حاله. باشه کمپینگ باشه نباشه همونجوری باید کله کنیم اولین کمپینگ رو بریم. نگران نباش. کجا این بلا هستا؟ دل بده اشکال. هم موقعی که من سفر خیلی دارم من خودم میپرسم چه اتفاق ممکنه بیفته که تو شک کنی تو رفتن یا تو برگشتن. ببین احساس تنهایی کردن یعنی تو اگه نتونی اون رشته عاطفی دور خودت رو درست تشکیل بدی و بتنی دور خودت، تنهایی بدبختت میکنه. کسی نداره اینجا باش رابط داشته باشه. فرانسوی ها دلیلی ندارن با ارتباط داشته باشن، ارتباط عاطفی قوی ها رفیق هستن، باید میان آبجو میخورن، کلاس میبینی، سلام علیک میکنی، سر کارم میبینی، ولی دلیل نداره بیان باید یه رفاقت محکم ایجاد بکنن. من موافق نیستم، این امکانش هست. میتونم به دلیل خیلی ساده اونم که من داشتم رفاقت با اینا کردم. ببین خیلی طول میکشه به نظر من اینجا تا آدم دایره دوستایی داشته باشه، چون دوستای ما اینجا بخش دوستای ایرانیمون که خب همه مثل خودمونن. ممکن فردا بیا این آرش داره میره، فردا ممکنه چه میدونم یکی دیگه باشه بره، میدونی؟ حالا یا خیلیاشون دیدی دیگه رفتن کانادا و خاطر اینکه نتونستن فرانسه بمونن، خیلیاشون رفتن ایران، خیلیاشون رفتن آمریکا. یعنی این هسته ایرانیه که در نهایت پایدار نیست واقعا. در نهایت اون هسته دوستی غیر ایرانی است که ممکنه دوام بیاره و اونم زمان میبره. یعنی توی 18 سالگی من فکر می‌کنم تو 2 هفته میتونی با یکی دوست بشی و دوستیت بمونه، ولی تو 30 سالگی بخون حلقه دوستی رو ایجاد کردن زمان میبره. ولی این رابطه عاشقانه تو ممکن یه هفته عاشق یه نفر بشی. من وقتی با زنم آشنا شدم داشتم میرفتم ایران، یعنی داشتم واقعا همون 2 ساعت قبلش داشتم به دوستان میگفتم که نه من میخوام برم ایران بمونم، شام خونه سه دوستان بودم، بعدش مثلا تو کافه مریم آشنا شدم و خب اصلا همه چیو عوض کرد. فردا دلش واقعا اینجا گیر بشه اصلا به هیچ چیز دیگه اونجا فکر نمیکنه. من میگم واقعا خاطر خودش میمونه. واقعا اتحاد قلبی دارم با شناختم که از آرش دارم، دارم میگم.
نظر من با سمت چپیه یک وجاهتی داره اون دوتایی دیگه. این بلونده؟ آنه خدا فرش خدا فرش سلیقه ملیقه چیزه ها سلیقه ملیقه بابا اونو بگین اون دختر دلش سوخت. کدوم؟ اون اولیه بود بابا ولش کن بخصی دختری دیدی به میس فرانس تزاد آب جدا؟ میس فرانس به تزاد آب جدا؟ نه بابا از دست میس فرانس آب جدا گرفتی؟ بله ببین میس موقته بود نه میس فرانس نه میس فرانس هن اینا برای من دلت باید میس فرانس باشه ici du coup dans le patelin même jusqu'à 18 ans à peu près un peu moins 17 ans hein. T'es une cigarette dedans ouais j'ai plus rien à fumer tu veux fumer une cigarette iranienne t'en as on peut essayer hein. Fumer une cigarette iranienne vous allez vraiment vous allez adorer c'est de toutes petites mais il faut pas croire parce que c'est là, vraiment... je vais regarder le paquet en plus la photo elle est géniale regarde Qu'est-ce qu'il y a écrit ? C'est écrit attention, la cigarette peut être addictive. Nous, c'est en France. C'est marqué fumer tu. Bah, regarde. Chez nous, on a plein de chapelles dans les bois. J'adore, tu vois. Là, je vais acheter la Bible. Je sais pas ce que c'est. Je vais la lire, on va voir. Ah, ça vient manger lui, c'est là. C'est l'expert. Bien, bien. Bon, après غذاری بود از پابند سر زلف نگاری بود از دست که برگردن او میبینی دستیست که برگردن یاری بود از افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد و دست اجل بسی جگرها خون شد دست نامد از آن جهان که پرسم از او جنبال مسافران دنیا چون شد ببین ابن سینا میگه حال جالبه که اصلا ابن سینا میگه مثلا فیلسوف و پزشک مسلمانه میگه از میگه مسنترا هر چقدر میتونن بخورن شراب جوونا هم میگه که هر چند وقت یه بار باید مست بکنن که بخارات زاهد از سرشون بره بیرون خیلی هم درست میگه نظر من اون اوائل که شروع کردم شراب خوردن توجیه میکردم دنبال توجیه یه چیز میگشتم براشون برای توجیه اسلامی میگشتم واسش ولی الان واقعا فکر می‌کنم که نه پزشکیش خیلی مهمتر نه الان فکر می‌کنم واقعا اصلا جهنم هم بریم هم خیلی هم بد نیست باور کن اگه بهش اینجوری که اینا میگن ملا میگن اینجوری باشه یعنی میخوام ما رو بفرستن توش
به زور. اگه اینجوری باشه که خب تو دوست داری با مثلا با اینا باشی با تو چهار تا مولا تو بهشت بری. خب من فکر می‌کنم یه جای باحال دارم. ببین همه رفیق نه بابا همه رفیقایی که مثل ما ها نگه اینجوری باشه همه رفیقای این دنیامون همشون جهنمن دیگه. تو دوست داری با رفیقات باشی جای جهنم؟ من دوست دارم با یه کسای دیگه باشم. با کی دوست داری؟ یه تیک نیدم مثلا. حالا من استاد شما رو نمیدونم. ما که ظاهراً از بچگی باد میرفتیم. چرا؟ والا ببینم تو بچگی میگفتن تو چیزی دیگه فرزند شیطانی دیگه. چرا؟ خاطر من کوچیک که بودم اذان و قرآن و دعا که با صدای بلند پخش میشد من میرفتم پشت پرده جیغ میزدم. نه بابا. خب تو بس کارت تمومه. من از اول نمیدونم. به همین خاطر مشروب قوی میگیرم من. لنگ سری. تو رد دادی تو اصلا یه با تجربه برم. نه منم نمیدونم والا. خاکم کردی خیمه سنگین حریف خیمه سنگین هی بهش میگم حسین آقا یه آبجو بخوریم بابا یه آبجو بدهیم بخوریم یه آبجو نخوردی خوابی حالا ما یه قراره چی بکار کنیم الان نخوابی بزنیم میخوام بپرم تا بریم بکنم تا نمیاد نمیاد آقا روز خونه است ببین حالا من عمرن نمیتونم این کار کنم خودم معذرت میخوام من معذرت میدم 3 ساعت اونجوری بخوابی خوابت نمیاد ولی نه همیشه پشت گرمه دیگه آره دوست داریم آرش خوش بریم تو هم یعنی چی آقا بلمان کن خوش بریم یه تنی به آب بزن ساعت 9 صبح تصمیم گرفتیم بریم تو آف خور بزن انقدر شما چیه؟ کجا رو بزن؟ نه بزن دیگه فرق ببین بیشورا بعد این هم محبت مگه نزدی؟ ها؟ ببین مگه نزدی؟ من محکم نزدم نه خصم محکم نزدی محکم نزدم؟ بدم والا اینجاها بدتر اینجاها اینجا همینجوری سوخته که کی من؟ ها برای دیگه تیشرت توش دارم سوختم یه بقیهش حل دیگه نه یه زنم اینجوری بزنم رو دماغم بزن نمازی هم سگش هم صاحبه آقا حسین شما نگاه نکن با آقا شما نگاه نکن شما ازدواج کرد دقت کردی آدم وقتی لخته خیلی کمتر کمیونیکیت چیز میکنن ارتباط برقرار میکنن دقت کردی؟ نه جدی بهت میگم سلام میکنی جواب سلامتو نمیدن حالا همین ها لباس تنشون جواب سلامتو میدن سلام سلام حسن آقا ببین خیلی مهمه که تو زمانی که مثلا میری سمت یه نفر میخوای مخ بزنی میخوای نشون بدی من آدم مخزنی هم میخوای اصلا رابطه ایجاد بکنی ولی دخترم چیزه خب باید
چیز داشته باشی، یعنی هم باید هدف داشته باشی، هم راه درست رو انتخاب بکنی. بله. یعنی واسه هر آدم نباید به یه شیوه لازم باشه. بله، 100%. اگه واسه یکی حافظ میخونی، با یک بار راجع به تارانتینو حرف بزنی. بله، 100%. پس اینجاست. 100%. و بعدم چگونه؟ آره، این دیده به قول یارو گفت که همه جانبه خیلی مهمه. ولی من فکر کنم باید فلکسیبل هم باشه، باید انعطاف‌پذیر باشه. بعد این اتفاق نمی باشه. اگه رفتی دیدی مثلا یارو برای ازدواج مناسب نیست، شاید بتونی باهاش رفیق شی، شاید بتونی. این اتفاق پذیر زمانی میتونی نباشی که بگی که من دسترسی به یه مجموعه بسیار بزرگی دارم. بله. که بس منن و من از اون تو انتخاب میکنم. بله. اگه نه اون مجموعه رو نداری، خب به صورت باید یه سری قشنگ الان حالت عشق نمیشه کیاس. میشه سن لب جوب تصمیم میگردیدن دختر میاد متاب زیپ. Plus ou moins, entre le sud et Paris, moi j'ai passé mon enfance. Mais voilà, non, je veux dire originaire. Je suis né à Paris. Ah, ouais. Voilà. Mais après j'ai des origines d'un peu partout, donc. disons que je suis, comment dire, mon papa est marocain. Ah, c'est bien. Ouais. Voilà. Je vais prendre la commande. Allez-y. Hein. شهری است پر حریفان و از هر طرف نگاری، یاران صلای عشق است گر می کنید کاری. برنگردن و زایی است، همین الان برگردی خیلی سه رفت اونجای نشست که تو بودی نشسته، میخواد گرمای تو رو دوباره حس کنه. به نظر من یه نشونه است. میخوایی چیکار کنم به نظرت الان؟ فال بگیره دقل حسین، نمیخوام غزل رو حتما فال بگیرم. فال بگیریم ببینیم ما این دختر چیکار کنیم. نه آقا نه، بگیره فال کلا برای حالا. فال بگیریم ببینیم ما این دختر چیکار نکنیم. نه فال بگیریم. فال بگیرم کلا. ویران کرد. ببین غزل فقط وا کردم ببین غزل چی اومد. اینو بگی بخون به اون نگو. ببین اینو بگه من چو گویم که قدح نوش و لب ساقی بوس، بشنو از من که نگوید دگری بهتر از این. چی میخوای دیگه؟ میگه کلک حافظ شکرین میوه نباتی است، بچین که در این باغ نبینی ثمری بهتر از این. میگه می فکن بر صف رندان نظری بهتر از این، بر در میکده می کن گذری بهتر از این. در حق من لبت این لطف که می فرماید سخت خوب است، ولی کن قدری بهتر از این. میگو
چیزی که من میگفت، میگفت من همین مشکل ایران هم دارم. چی؟ که من با آدما میگفت اصلا آدما دوست ندارم صحبت بکنم. میگفت من میرم کافه تنها میشنم، اصلا خوشم نمیاد، اصلا دوست ندارم با آدما ارتباط بگیرم. میگم مثلا اشکام میره میشونه صحبت میکنه، میگم مثلا حوصله ندارم، مثلا اینا برام دارم میگم مثلا کسشه، مثلا اهمیت واسم ندارم گوش بکنم. خود وقتی نگاهت به رابطه با دیگران اینه و تو جامعه خودت هم همینی، خب وقتی میای تو جامعه میهمان دیگه بالاخره فرق تاثیر داره دیگه، یعنی بدتر میشه واقعا. من اینکه به این قضیه فکر میکنم کافیه بنظرم. آره نه اینکه مثلا این سفر موقعیت شده که فکر کنم این دوست آدم خوب نمیشه باید سفر یه هفته دو هفته آدم عوض آدم رو عوض کنه. فکر کنه تنها چیزی که ممکنه که آدم رو عوض بکنه همونه که گفتم، یعنی اینکه علاقه مند بشه به یه آدمی که اینجاست، اینکه وابستگی دلی پیدا بکنه به اینجا. بچه من دیشب یه خواب دیدم، این عجیب بود. خواب دیدم که یعنی تو یه موقعیتی بودم با یه دونه مولا، حالا شبیه یعنی یه آخوند بود، نمیدونم کی بود، این به من گفت قرآن بخون. بعد من میدونستم تو خواب، میدونستم که خوب قرآن میخونم. بعد یه جوری انگار میدونستم که اگه قرآن بخونم میخواد منو نگه داره، میخواد من ادامه بدم. خاطرم خیلی زود مثلا هی گفت بخون، من مثلا یه تیکه خیلی کوچیک خوندم، بعد ول کردم بلند شدم رفتم. بعد این یه نگاهی به من کرد، بعد به حس عجیبی بیدار شدم از خواب. خیلی عجیب بود. واقعا قرآن خوب میخونی؟ من جوون که بودم قهرمان منطقه سه بودم دو تلاوت قرآن برین. ها؟ نفر سوم اذان شدم، نفر اول قرآن شدم. من نمیدونم، خانواده‌ام عجیبن واقعا. ببین رابطه عاطفی با مذهب دارن، این خیلی عجیبه. و بعدم همیشه دنبال این بودن که یک نوع تربیت به بچه‌هاشون بدن که به این برسن. بعد مثل یه شکست دیگه میدونی، یعنی من همیشه فکر میکنم که پدر مادر من تربیتشون در مورد منم به شکست انجام میده، یعنی در نهایت اون چیزایی که میخواستن خوشحالن از اینی که من هستم الان و واقعا هم همدیگه رو دوست داریم رابطه، ولی تو این زمینه بازم شکست خورده این داستان. فکر نمیکنی تفسیر این خوابی که دقیقاً تو حرفات بود، فکر نمیکنی اون آدم روحانی باباد بود که داشت نگاهت میکرد، همچنان داره نگاهت میکنه و تو نمیخوای وایسی و جلوش قرآن بخونی، کارهای قبلی رو انجام بدی و سعی میکنی فقط کاری یه کاری رو انجام بدی که اون ناراحت نشه و بری سری؟ شاید زمان که گفتی من پدرم فکر میکنم که مثلا شکست خورده در تربیت من، دقیقا من یه لحظه برگشتم به اونجا که یارو بهت میگه قرآن بخون، تو هم بلدی خوب قرآن بخونی.
ببین مرکم، من یادمی بودم تو ایران که تخصصم تخصصی نبود که مورد علاقه هم داشت. اینجا به من این جرأت رو داد که بتونم اون کار بکنم. سیستم آموزشی. و این اعتماد به نفس به شدت زیاده به من داد. جایگاه تخصصی من تو ایران داشت منو عذاب میداد. عذاب داشت میداد. باطن یه چیز دیگه میخوندم، یه کار دیگه میکردم. یعنی کامپیوتر میخوندم، شبا میرفتم مثلا چاپ کار میکردم. من عاشق چاپ کردم. من اینجا من این جرأت رو داد که بتونم. همینه که بهت میگم اون آزادی که من راجع بهش صحبت میکردم یه بخشش هم همینه. اون آزادی اجتماعی هست، یعنی اون وجه خوبش یک در نهایت اینجا چون تو یه دفعه صفر میشی به خودت جرأت یه سری کارهایی رو میدی به خاطر دور بودن از خانوادت، به خاطر دور دوستات و تمام طبقه اجتماعی، به خاطر صفر، به خاطر اینکه توی جامعه هست که یه سری ارزش‌های اجتماعی دیگه داره. این یه دفعه به تو جور این جرأت رو میگه هم که ایران من یادمه، من ایران که بودم تو دانشگاه که بودم خونمون افسریه بود، من دوست دختر داشتم، خیلی دردناک مهرانم میدونه، دوست دختر داشتم به خاطر اینکه پول نداشتم از یه جا ماشین بگیرم ببرمش یه جا، سوار اتوبوس شدم با هم یه اون حرکت به هم زد، فقط به خاطر اینکه بعدم فهمید که من اصلا بچه فلان جا، تموم کرد داستان. بس دیگه اینقدر زهر نزنین دیگه، فردا سوام باید بریم رو بیفتیم. شب بخیر آقا. شب بخیر. کمر درده. کمر درده. شب بخیر آقا. خوب بخواب یه حالتون که میخوابید. نگران تو برم. چی؟ شورتو چقدر دادم؟ چیه؟ شورتم چی؟ شورت چاق شدیم. ها؟ چاق شدیم. آرش الکل چی؟ الکل هم چاق میکنه؟ صد در صد استاد. خود چاقیه. خودت چی فکر میکنی؟ خود چاقیه. من چون الکل نمیخورم کلا. آره. خاطرم ایده ندارم. به اون زمان که من رفتم معافی بگیرم هموزن رضازاده بودم تو قهرمانی لهستان. حسن رضازاده قهرمان وزن برداریه؟ آره. ولی به هر صورت میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. ببینم دقیقا چیکار کردی واسه اینکه وزن زیاد بشه؟ چجوری وزن زیاد کردی؟ آقا یک حالی داد، آقا یک حالی داد. زندگی خیلی روزهای خوب بود. ببین من انقدر خورده بودم توی یه بازه که هیچی نمونده بود که نخورم، یعنی بستنی، کله پاچه، پیتزا، هرچی فکر کنید کم آورده بودم. اولا بدون ملاحظه، بدون ملاحظه اصلا به یه حالی با خودم برخورد میکردم. چقدر طول کشی؟ 3 ماه تقریبا. من مثلا نمیتونم با لاغری معاف شما رش نه؟ نه نه بگید الان که اصلا معاف نمی کنم، الان شما صرفا معاف از رز میشه.
ببین خیلی جالبه، من فکر کردم چند وقت پیش وقتی ایران بودم آخرین بار، که من وقتی ایرانم احساس میکنم خوشحالترم، صبح که از خواب بلند میشم حالم بهتره، ولی اون آدمی که اینجا هستم و خودم بیشتر دوست دارم تا آدمی که اونجا هستم. یعنی خیلی عجیبه ها. بعد میگم به نظرم اون تصویره اینجا، یعنی اون تصویری که من از خودم اینجا دارم، یعنی حسینی که اینجا هستم و بیشتر فکر میکنم اون حسینی که دوست دارم باشم، ولی ایران که هستم خوشحالترم، نمیدونم چرا. سلام بابا، خوبین شما؟ مامان خوبه؟ کجا این؟ آمادین یا فلونین؟ نه من کتاب خونم هم مثلا این توت کشی رو بردارم، درس میخونم فعلا ببینم چی میشه. آره باش، نه حواسم هست، شما خوبین؟ نه همه چی خوبه و هیچی هم احتیاج ندارم و همه چی اوکیه. نه قبضه شده با من شما بله ما فعلا خدا با شما قبضه شده فعلا. یعنی ما یه لحظه میخواییم با بابامون حرف بزنیم باید داد بزنیم؟ نه ممنونم. گفتی کجایی؟ از دست رفتم. ها؟ چنقدر راحت میه بالا من زج میکشم؟ من پدر جد هم قورباغه بودم. حسین چه هواییه؟ هوا خیلی خوبه. میدید آخه جنوب فرانسه شده شمال ایران باشه. الان که میام میبینم اصلا توی مایام که آقا شاید لازم باشه آرش جنوب بمونه. تو چرا تهران نموندی؟ بخواد اینکه شمال بیشتر دوست داشتی دیگه. والا اگه شاید یه جا شبیه شمال باشه تو همونجا بمونی. ببین اینجا چیزه، خوبی که داره گرما و بارونش اندازه شمال خود ماست. پاریس کلا بارون بود. نه اینجا حاله، تو باید بیا اینجا آرش، اینجا به دردتون خود. تو اصلا از همون اول اشتباه کردی رفتی پاریس.
پولو بده. حالا شاخوه را بده. بلا قیچی نداری هست ما؟ اوپینل بدم. نه نه این قیچی میخوانیم با یه قیچی نابا شما که دیروز اوپینل میخواستی سیگیل منو بزنی؟ من فکر میکنم سنتیسته رو خواهم. نه نه این زیرش فقط نکن اینجا باید خالی شد. برای یه نه آقا برای تو کار چهر بیش؟ دخترم میگن اینا اونوری هم خودشون اونوری هم. نه بابا اونوری نیست. بله این تو دختر داشته الان همسر نگاه دورمینش ولی عالیه پسر قدیمی اولد اسکول. تو ببین تو بیا این بر صحبت و بحث صحبت رو با دوربین با کن. بیا تو بس دوربین با دوربین صحبت رو با کن. بیا جامون عوض کنیم. خیلی زایی من میرم. نه من میرم بیرون یه پک به سیگارم میزنم بعد تو هم مثلا بیا دقیقه بیرون بعد اومدیم جامون عوض کنیم. زایی نشه زایی نیست. من دقیقه میریم بیرون ما هم انگار داریم سیگارم گیرم بعد میام جا تو بیا جای من بشه. سیگار تو بده. سیگار چطوری؟ چطوری؟ سامون چطوری؟ اسه کوا؟ سوا سوا چطوری؟ چطوری؟ خوبم خوبم؟ اتوا؟ خوبم نه سوا آه خوبم چطوری؟ چطوری؟ خوبم سلام سلام چطوری؟ گوزو سلام چی کسا؟ کلکن کی پت کسا کلکن کی پت پتا گوزو ممون گوزو 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 مزه مینون گوزو 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 بچه تو میشه تو وای این ایرانی ها تو دی چطوری گوزو تو بچه تو تو وای ای وای مردوری ای وای پا مال پا پس پا سه پا ویلان تو وای چطوری گوزو نه مینون سه مینون تو چطوری گوزو آخر یه دیفرانت چوز یا گوزو من یا چوسو Parce qu'il y a deux sortes de paix en fait. Enfin, trois sortes. Ah, vous avez trois sortes de paix. On a trois noms pour le paix. Gouze, c'est celui qui fait de bruit et qui n'a pas d'odeur. Voilà. Ok, genre, c'est juste le bruit. Voilà, deux, juste le prout. Voilà. Et c'est quoi? Gouze. Gouze. Voilà. Chos, c'est celui qui a l'odeur mais qui n'a pas de bruit. C'est le. T'as vu, ça, c'est le pire. On n'a pas ça, nous. Ça, c'est le pire. Gouze. Chos. Voilà. Voilà, c'est celui qui a donc ça. Tu peux faire une battle comme ça, tu vois. Après l'autre, c'était quoi, Rache? L'autre, c'était quoi, le troisième? Teleng. 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 Teleng, il y a les deux. Teleng, il y a la question de volonté aussi. Tu vois, Teleng, c'est quelque chose qui. Tu pètes, mais tu veux pas, mais tu pètes, tu vois. Ouais. Et on n'a pas un qui a un cadeau inclus? Un quoi? Ah, oui. Ah c'est ça, dégueu. C'est Teleng. Non, on n'est pas dégueulasse. Non. Je vais aller chez Aram. Non, il est خارجی که رفته ایران. دیگه چیکار کنم؟ نه، استفهام. نه، این میشه خارجی که رفته ایران بلد نیست. Comme ça? Non, ça ça fait l'étranger qui allait en Iran qui sait pas. Mais c'est pas un vrai foulard, c'est ça. Après t'as genre t'as différents styles. T'as genre les dames de 50 ans qui sont un peu religieuses, machin, comment? Un peu comme ça. Tu fais le porte comme ça. Comme ça. Ouais. Avec un petit truc ici. Là t'es, là, t'es la directrice de l'école. Voilà, exactement. Là t'es directrice. À l'époque de. Après, attends, je vais te faire un truc. Ça, c'était une autre époque, c'était notre jeunesse. Bouge pas, n'aie pas peur. N'aie ouais. pas peur. Je vais faire juste ça. Là, tu as l'air de chou bien d'un mec. Ah, c'est ça, voilà, exactement. Voilà. Ça, c'est notre époque. C'était l'éclipse, voilà, l'éclipse qu'ils avaient, les filles. Tu vois, voilà, toi, ouais. ça, il faisait monter, tu sais, jusque-là. Voilà. Et ça, c'était l'époque, genre 90. Il faisait genre, je me mets les cheveux là. Voilà, il faisait les chignons, et voilà, voilà. il gardait c'était les genre, chignons. Tu, il mettait en fait une pince. Après, t'as ça aussi. Toi, t'as ça aussi. Ça, c'est un style aussi de ouais. mémère. Ouais. Elle est mignonne. Oh. C'est oui. bien, hein. Fais-toi, mère. Ah, il y a ça aussi. تا 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 Thank you.
آرش ما کولش کن. بگو کولت میکنم. بهش گفتم دیگه. این تو پخت آره. آره. این پروپوز. این تو پخت. نه امیر، ما باید فرسه هم دیگه. دلمون تنگ میشه براش برا. نرفت کنه دلم تنگ شده. دیونه. دیدی الان چی میگم؟ فکر میکنم یه ذره تردید داره میکنه ساده رفتن. علیشون تو اگه بری شاید بد نباشه. حسین زایه. ببین تو اگه بری بد نیست. مگه من همشم آدم بده. تو همشم آدم خوبه. دخترم بالاخره داره خوششون داد. خیلی زایه. برو حالا. اشکان مرد باش. آده؟ اشکان آبرومونو حفظ کنی ها. اشکان دختره دل به تو بسته. اشکان دختره دل به تو بسته قدرت رو بهش نشون بده. ببین دختر دنبال قدرته. آفرین خوب بود. رقابت ایجاد کن. سعی کن نزدیک چی بهش رقابت ایجاد بکنی. یه ذره حسودی ایجاد کنی تو. اوه اون واقعا رفت سمت اون.
آکاش که دعوت شما کرده. کجا؟ چه بدارم یه رفتیم یه چه میدارم شراب چیز میخورم. دعوتشون کن حالا. ها؟ حالا فردا دعوتشون کن. حالت با دست پیش میکشه با پا پس میزن من دوست ندارم. خودت مگه همینطور نیستی؟ نه خودت هم اینجوری؟ نه چجوری من اینجوری هم؟ ساعت چنده؟ ها؟ ساعت چنده؟ دوازده. خب الان چه وقته اینی که با پا دینام با دست پیش بکشی با پا پس نه من نه اونا میگم خودت که میگی با پس با پا پس میزنه با دست پیش میکشه؟ خب خودت همین کار میکنی دیگه یعنی داری بالاخره من اونجا که بهت گفتم همین بودی بهت گفتم برو اون حسادت رو تحریک بکن و تو هم کردی اون کارو دست انداخته بودی گردن میشل روی این تابه بودی. آره این چه کاری بود کردی این روز این عکس ها رو من الان در موبایلم دست انداخته بودی گردن تو بغلت خب بعد حسابی این دختر چی فکر میکنه؟ این عکس ها در موبایلم سند جنایت چه فکر میکنه؟ نه این رفتی میگی تو چقدر تو بامزه من تو رو بخورم بسی شو خب این اتفاقا یعنی هیچ قصدی ندارم نه چی؟ کی گفته؟ میگه قشنگی شیرینی عزیزم قم و نباتی نه آقا کدوم کار خری اینجوری چیز میکنه تو گفت خلاص بزنه همین تو گفت نه من گفتم میگم کدوم کار خری اینجوری مخ میزنه اتفاقی... آقا نگوش بده میگم کی اینجوری مخ میزنه آقا بحث مخ زدن نیست آقا اون کجا فکر اون نمیدونه تو داری مخ میزنی که خب پر حسادتش خیلی اون دختره خب دیگه نه خب اون دختره فکر میکنه داری مخ میزنه فکر میکنه خوشت اومده آقا من خوشم نیومده ای بابا ما هم دارم دیگه خب باشه ولی تو اون اون تو گفته ولی تو وقتی ادامه میدی به لاس زدن اونجوری باش من دیگه کار نمیکنم فرض نه دیگه تکلیف خودش اگه اون میگی با تو هم داری همون کارو میکنی که اون میکنه خیلی ملو بهش نشون بده پایه‌ای دیگه خیلی ملو نشون دادم نه خب نشون به همون اندازه که به اون نشون دادی به اون نشون دادی با ما که رفیقتیم داره میگیم نشون دادیم دیدم نبودید نبودید آقا نشسته یارو اومدیم تو بغلت اینجوری سرش هر اینجا گذاشته اینجوری نه اون درسته ولی بعدی اما درسته دیگه چیکار باید بکنه دید معلوم بود تابلو بود یارو تو بغلت بود خب برای چی میاد بغلم دوست پسر داره خب آقا جان خب تو بغلش کردی من بگم آقا کلی والا نه من بغل نکردم به جون تو خودت دست آقا اشکان اینا رو وا بده شما قصدی داری یا نداری کدومشون ها کدومشون؟ آره قصد دارم بزرگه دیگه ایشون بزرگه کیه؟ بزرگه دیگه ایشون یه عدد خاکستری من که کاری ندارم که شما حسین شما بگو بابا این خوبه؟ ببین بین این و این نه اون خوب رنگ داره اون قرمزش با اون خوب میخونه این و این؟ نه نه اون نه شما؟ اون که بخیر این و این؟ نه این فرقش با اون اینه که بسش آرم داره نه ولش مثلا ولش کن اون صورتیه چیه؟ توش جلوش چیه؟ نه این اینو بپوش اینو بپوش اینو بپوش این کولتره هرچی آقا بودی این کولتر ببین منو الان ببین چقدر کولم نیاز دارم که امروز کول باشم امروز داره باید این کولیت خودتو به اثبات برسیم ببین اگه خیلی کول باشه نپوشم اون یه ذره چیزه اون یکی یه ذره جدیتره من نیاز دارم امروز خود جدیه دوستان عزیز اوتکولون یادتون نره؟ بله حتما الله امشب دوتاتون داماد باشه نه آقای چه حرفیه قسمت هرچی باشه ما که بسید ای چی شده؟ دنبال چی میگه؟ ولی باحال شد دیگه چی باحال شد دیگه؟ خیلیتی بود این دوتا دختر بوده به هر صورت رفتن ما یک چیزی هم باز شما داشت تا اون داری باید از من تشکر کنی اشکا من چیه؟ خب نظرم رو بپرس خب جفتمون یه بو میدیم خب بدیم اشکا من چه اشکالی داره؟ تو داری به دهن
بیا اینم رو بده به شارلوت دوست داره. دادی؟ آقا چقدر شما مهربونی. بیا چهار بسته بده. نه بابا دیگه بسته شد. یکیش مال تو یکیش برام. بیا سیگار اونم اگزوتیکه. سیگار اون چه خیلی اگزوتیکه. اگزوتیک اگزوتیسم. اون موقعی که سیگار نمیکشیدم هر چی دختر میدیدم سیگار نمیکشید. الان که سیگار نمیکشم همه دختر ما زاده افراط و تفریط روزگاری مای برادر. من آمادم. Laisse-moi ça si tu veux, vas-y. Ouais, juste celui-là, ça c'est bien. Merci beaucoup. Ok. T'es sûr? Ouais. Ah, merci, hein. Merci beaucoup. Vous pensiez qu'on faisait de la musique comme ça? Ouais, oui. Ça va, ça vous a, on vous a pas trop choqué? Si, quand même. Moi, je te voyais pas dans le. Comment dire? Tu croyais pas que je faisais la batterie? Non, non, la batterie, ouais. Ouais. Moi je te voyais plutôt sur la guitare. Ah ouais, ah, parce que tu l'as connu, ouais. Tu l'as connu. Je sais pas, non, ouais, voilà. Ah, c'est drôle avec ça. Avec ce feeling. Même là, tu vois, je te file plutôt sur la guitare, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah non, je suis pas d'accord. Moi, ça fait 10 ans que je fais de la batterie. Je sais, sais, mais je sais pas, mais... non. Non, j'adore faire de la batterie. Non, parce que je t'ai vu déjà dans, ouais, c'est vrai que tu m'as vu faire de la guitare. Ouais. Mais Michel est formidable aussi. Ouais, c'est ouf, hein. Tu fais la gueule? Ouais, un peu, ouais. Quoi, pour le concert? Non, c'est pas ça, c'est juste genre... Je crois que tu fais de la guitare, quoi. Sérieux, mec, genre... Quoi? Moi, c'est... Ah, j'ai compris, ok. Ben, peut-être qu'il te drague. Non, moi, je pense pas que ça soit ça, tu vois. Moi, je pense que c'est juste le gars, genre, il trouve que je joue pas carré, tu vois, que je joue pas comme un vrai batteur qui fait des sidinka, sidinka. Peut-être qu'il s'y connaît pas du tout. Non, peut-être que j'ai pas bien joué, tu vois. Et que, du coup, il a pas vu ma splendeur de batterie. Tout ce que je sais, c'est que ça me vexe. Il y avait cette espèce de bonne vieille condescendance masculine. تو میگم من بهتر اصلا چه نظر ندارم. چرا؟ گفتم گیتار بهتره. میخوام فکر کنم گیتار دوست داره. خودش. کارلو. بعد داشت گفت که گیتار بهتره. نه گفتم پشت گیتار بیشتر. بیشتر پشت گیتار میبینم. تو این مایی. اومدی. نه. برو دیگه برو یه دور بزن دیگه دل ما رو اینجا دل ما هم دستن نکن برو اشکان هیچ برو 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 حالا ما جو تو سکر مدال دور دی باربیکیو مرسی بوکو سکر
C'est bon. Voilà, c'est bon. Said, man, be cool. He wears a red bandana, plays a blues piano in a honky tonk down in Mexico. He wears a purple sash and a black mustache in a honky tonk. الو 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 چطور با یه بایی؟ ها؟ یه بایی چطور؟ خوهرم زنگ زد از تهران گفتش که از بانک زنگ زدن گفتن که باید برم تکلیف سربازی ما روشن کنم تکلیف سربازی که روشنه؟ من چون برای که دانشجویم بعدم اینجا چیز کردم یه وثیقه گذاشتم بعد مایم که وثیقه می‌خواستیم بذاریم 15 میلیون نداشتیم پول بذاریم خونه مامان هم رو داشتیم بعد حالا داستان اینه که خب بانک زنگ زده گفته که خب ما دیگه از وزارت علوم نامه‌ای که بگه پسرتون دانشجو نداریم به خاطر همین ما موظفیم که خونه رو مصادره بکنیم یا اینکه دو سه روز وقت دارید بیاد پول بذارید چیکار می‌خوام بکنم نمی‌دونم اینکه خونه رو که مصادره بکنن که هیچی یعنی باید به هر حال اینکه باید پول جور بکنیم بذاریم برای چیز پول جور بکنیم بذاریم که نه خونه رو چیز نکنن چون اینکه نمیشه خونه ما نمیده ولی خب داستان اینجاست که من باید انتخاب کنم دیگه یعنی من فکر میکردم که یه سال هنوز وقت دارم باید دیگه نمیتونه بری ایران ببین اگه برم نمیتونم برگردم اگه برم دیگه باید برم سربازی بعدم خب تو فکر کن 33 سالگی دو سال بری سربازی چیکار کنی؟ مفتی کار کنی واسه اونا هر روز به خودت فوش بدی که چرا این کار کردی؟ نه من نمیتونم زنم بردارم برم ایران که نمیتونم بهش میگم پشت بریم دو سال ایران زندگی کن باید چیکار بکنی ایران تازه منم که نیستم منم که باید برم سربازی اگه بمونم آخه مگه میشه چند سال میشه نرفت منتظر چی بمونم چند سال نرم میرم
داستانی این سربازی تو رفتی خودتو راحت کردی واقعا. بخت تلف کنیم. آره ولی من واقعا به خودم گاهی میگم اونم وقتی 18 سالشه فکر کنه دو سال چقدر مهمه، ولی الان که نگاه میکنی فکر کنم یال دو سال رفتم دیرتر دانشگاه سربازی رفتم. من فرشه 18 سالگی رفتم. بعد درس راحت میشد. راحت میشد. اصلا نمیدونی زندگیت به کدوم طرف. ها؟ نمیدونی که زندگیت به کدوم طرف میره. 18 سالگی پاش بری سربازی داغون بیای بیرون معلوم نه دوباره دانشگاه قبول چی نشی. من اصلا خدمتم تموم شد دیگه میل نداشتم برم دانشگاه ایران. 25 سالگی دوباره برو هر شد بگیدی هر چیزی. اصلا واقعا من از موندم یادم 33 سالی مثل من واقعا به چه دردشون میخورن از من واقعا چی برمیاد چی واقعا فکر میکنم سخته نمیدونم واقعا نمیدونم چیکار کنم. تحمل هم؟ تحمل چی رو تحمل کنم؟ ایران نرفت پاشون بریم نمیام بی خود خودمون رو علاف کردیم اینجا واسه چی من نمیفهم نمیام دیگه باز آگه خوش عشق این حکرش خوبه اوه عجیب نیست فقط خانوم ها برم ورزش میکنن تو یه آقای اینجا وایساده نبلیز حرفت کدوم آقا؟
سمت راست آخر شد. ماه منو به صورت عجیبی غمگین میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه من بچه که بودم مامانم تو شبای تابستون میگفت که بیناتون بچه بازی میکردیم تو کوچه میگفت که زمانی که ماه و دیدی صدای اذان شنیدی باید خونه باشی. بعد اون حالی که باید از بچه ها جدا میشدی، بعد همیشه یه چراغ بود نداشتم به بازیشون ادامه میدادم، باید جدا میشدی برمیگشتی خونه، بعد کوچه پس کوچه ها رو باید میگذشتم، گرگومی شده بود، تاریک بود یا نور ماه بود، پر خوفاش، منم میترسیدم، بودو بودو باید برمیگشتی خونه، از رفیقات جدا میشدی، ول میکردی، میومدی. خیلی همچنان هم ماهو میبینم با اینکه خیلی قشنگی داره، زیباییش شکی نیم، غمگینم میکنم. جی اون تصنیف آسمان هر شب میتونی بخونی؟ بله. آسمان هر شب ما، آسمان هر شب به ماه خویش و نازک می نداند، تا سحرگه خفته با سمان مه بر زمینم، بر زمینم تا تو را دیدم با تو می کافرستم نی مسلمان، کفر زلفت کرده فارق یک سر.